عرض سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه آموزش جیکوری در خدمتتون هستم دوستان جلسه ما در رابطه با اسلاید داون و اسلاید آپ و اسلاید تاگر صحبت کردیم این جلسه میخوام در رابطه با کاستوم انیمیشن صحبت کنیم بچه ها. انیمیشن که ما تا الان راجع به صحبت کردیم انیمیشن هایی بودن که داخل خود جیکوری بودن در مالی میتونید شما انیمیشن بنویسید که در حقیقت داخل خود جیکوری نیستن و کاستوم انیمیشن گفته میشه خب ایزا منو کودم رو بیارم خیلی خب یه رفرش بکنمش خب میخوام مثلا به عنوان مثال خب اه... این باکس آبی رنگم و بعد از اینکه صفحه رندر شد ببرم به سمت راست یه مقدار میام چیکار میکنم میام اینجا اول خب طبیعتا بس سلکتش بکنم میام میگم که علامت دالر ساین پرانتز دابل کوتیشن دات بلو باکس خب بعد میزم دات انیمیت باش انیمیت خب بعد یه پرانتز رو خب حالا چیزی که این داخل شما بچه ها میگیره انیمیت خب یک آبجکت بچه ها اوکی ازتون یه آبجکت میگیره خب من آبجکت رو میذارم خب مثلا میگم که مارجین. لفتش uh, خب یعنی از این میخوام باکس آبی رنگ مارجین لفت رو پیدا کنه از سمت چپیش فاصله پیدا کنه میگم مارجین لفتش مثلا باشه چقدر بچه ها مثلا پنجا پیکسل بند پنجا پیکسل بلا میره سمت راست چرا چون یه مارجین پیدا میکنه با این خب اینو ببینیم تا ببینیم بق... به بقیه چی داشت صحبت کنیم ببین بچه ها پنجا تا رفیم بر دقیقا مارجین پیدا میکنه از سمت چپ اوکی okay. اگه من بکنم رایت از سمت راست که حالا اینجا احتمال نبینیم شما میتونید بچه المان دیگه بدید مثلا میتونیم ادامه بدیم مثلا بگید که حالا که سمت راست رفت مثلا بگید مارجین مثلا تاپ خب حتی داخل دبل کوتشن بذارید دو نقطه مثلا 50 پیکسل مثلا میتونم ادامه بدم یعنی کاما بذارید همینجور ادامه بدید حالا میشه اینجا چیزی نشون میده بله نگاه کنید خب این از این حالا نکته بعدی دومین دو پارامتری که بعد از این آبجکت شما میتونید بدید یه دونه تایم بچه ها. تو چند ثانیه این اتفاق میفته مثلا تو ما میخوام بگم تو دو ثانیه این اتفاق بیفته پس اولین پارامترش یه آبجکت که نوع انیمیشن شما میتونید مشخص بکنید دومش دو هم چیه تایمه تایمشه ببینید بچه ها تو دو ثانیه این اتفاق میفته بچه اینو میتونید یه دیگه هم بکنید مثلا میتونید برید پوزیشن دیسپلی ببخشید پوزیشن بلو باکس رو مثلا بکنید به بین تاپ و لفت و اینا بدید بچه ها این کار رو میتونید بکنید اوکی خب پس دو پارامتر هم شد تایم سه واین پارامترش چیه بچه ها نحوه تغییر این یعنی شما میخواید مثلا خطی بی اضافه شه مثلا تو هر مثلا بیاد این 50 هزار میلی ثانیه تقسیم بر 50 پیکسل میکنه میشه چقدر میشه چهل یعنی هر چهل ثانیه یه پیکسل به این میگن لاینیر خطی گزینه‌های دیگه هم داره که میتونید ببینیم نیا کنید بچه خطی داره زیاد میکنه این خطیه خب بچه ها بریم خود داکیومنت جکوری رو ببینیم برای انیمیت نیا کنید بچه ها این پراپرتیز همون آبجکت هست که من دادم یه دونه دوریشن داره یه ایزینگ داره یه کامپلت داره ایزینگ هم بچه همونی که من گفتم نحوه تغییرش بود خب بیایم مثالاش رو ببینیم میگه حالت ایزینگش دیفالتش و حالت سوینگ لاینیر نیست بچه خب حالا بزنیم چیز دیگرش چیه بیایم پایین بیایم پایین استپ و کامپلت و استارت و بیریم اگزمپلی داره خب دوریشن رو بهتون میگه میتونید از کلمات فست و اسلو هم استفاده بکنید به جای مثلا تایم بس بس میلی ثانیه هم دیگه. بعد دیگه یا کنید بچه انیمیتو مثلا گفته اوپاسیتیش بشه مثلا اینقدر لفتش بشه اینقدر ارتفاعش بشه اینقدر مثلا تو 5 ثانیه یه فانکشن می پایین داده این فانکشنه که ایمال میشه بعد 4 زمان که این انیمیشن تموم بشه انیمیشن کامپلیت میشونید یه فانکشن بدی بگی آ وقتی انیمیشن تموم شد این کارم انجام بده مثلا اوکی دیگه این چی گفته خب اون رو اینجا بچه لاینیر نوشته میخوام خب بیرم چیزهای دیگه هم ببینیم با هم دیگه آه... حالا مثال دقیقا پیش ترشه که حالا این بهش میرسیم ما فعلا مثال سادهش رو ببینیم تا به وقتش به مثال پیشرفته برسیم خیلی خوب من دنبال یه مثالی هم که ساده باشه بتونیم با هم دیگه چکش بکنیم و زیاد برای شما سخت نباشه خیر خیلی خب بچه همین کافیه ولیش حالا من یه مثال بعدم پیدا میکنم یا با هم انجام میدیم پس بچه تو انیمیشن شما میتونید خب کاستوم انیمیشن بنویسید یعنی میتونید مشخص بکنید که اول چه پراپرتی های تغییر بکنه خب مثلا اینجا نیست اوپاسیتی تاگل بشه یعنی برعکس بشه مثلا میتونید مثلا جابجا جا بکنید میتونید پراپرتی ها رو عوض کنید میتونید تایم بهش بدید تو چه مدت تایم انجام بشه میتونید بهش بگید اون تایم چه جوری اعمال بشه مثلا لاینیر باشه یا همون سوینگی که خودش گفت باشه و مثلا ایزینگ رو ایزین هم داره بچا ایزینگ کار میکنه لائنیه رو چک کردیم ببینیم ایز کار میکنه خب بعد چیزش رو بدیم و سینک کردیم خب میام اینجا توی آبجکت دوم بچه یه آبجکت داده بهش من میام این رو بهش با من آبجکت دوم بدم یعنی اینجا بلا فاصله بعد از این دومه یه آبجکت دیگه بهش میدم اینو پاک میکنم یه آبجکت بهش میدم خب باز کار نمی کنیم به طرز جالبی دوریشن سلو این درسته الان درست داره چه کار نمی کنه خب آبجکت اول که دادیم درسته بیام یه کار بکنم خوش کن نروچ پس بچه ها توی انیمه شما میتونید به صورت کاستوم این کار انجام بدید بچه ها پاومی کاستومی میتونید زمان مشخص کنید نحوهش مشخص کنید که چی عوض بشه میتونید مشخص بکنید بسید من این اپسیتر امتحان بکنم بچه خب اینو, اینو برمیدارم میگم که توی مثلا دو میل ثانیه باشه این دیگه نیاز نداریم خب یه چکش بکنیم، اینم کار میکنه بچه ها تو دو ثانیه ناپدید شد اوکی پس تو شما میدونید اینجا میتونید پراپرتی مختلف بدید هر چی که دوست دارید اینجا میتونید بدید تغییرش بدید و زمان مشخص کنید و نحوه رفتارش توی زمان خیلی خوب بچه ها بریم بیا به فعلا